خب درود بر شما دوستان عزیز، چه خبرها؟ چی کارا میکنید؟ همه چی خوبه؟ دمتون گرم، زنده باشید، موامونو درست کنید. مرسی. یه خود این برم بهتون نشون بدیم، خیلی علاقه من شدم ببین یه کار ای میکنیم. من تا دیگه فعلا خسته شدیم، اینجا نشستیم، دمتون هم گرم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان بیانیم بالا ببینیم چه خبره. اینجا نشستم واسه خودم، آه چه باحاله، پامو دراز کردم، خیلی حال میده. یه دیگه گیر دادن که تو چرا شلوارک میپوشی؟ آقا حیفم جزار قناری، خدایش خیار آدم بخواد چیز دیگه بپوشه. خیلی خب، دمتون گرم دوستان، بیاریم بالا ببینیم چه خبره، یه خورده صحبت کنیم. یکی بشینم بهتره، منطقه اینم خوبه. خب بذارید من دوستان بیارم بالا ببینیم چه خبره. یه خورده نورم به این نور دادم دیگه، خوبه بسته. خب بذارید ما دوستان بیاریم، میبینم که تعداد بالاست. آره خب بذارید آقای چاپ مقاله علمی و فلا اون یکی چهرش بردم میارم. فرهاد بشنن این دوستان چی میگن، دمتون هم گرم. دوستان بیان بالا ببینیم چه خبره. عزیزم بیا بالا. آی فرهاد نیومدن، دوست دیگری رو میاریم بالا. امیر بیا. اگه کسی هم مخالفه خوشحال میشم، یعنی کلا مخالف که البته حرف حساب نداره، ولی خب غیر مخالف هم بیان، بعدم نمیاد بشیم صحبت کنیم. خب بیا عزیز بالا. درود بر شما. درود بر شما، زنده باشید، خوبی؟ سلامت باشین، ممنونم که من آوردین بالا. زنده باشید. یه خواهش داشتم، لطفا در مورد سیانت یه روشنگری بکنید. مردم برنامه ساختم دیگه، برنامه ساختم دیشب، هم یه گزیدش رو بچه ها چیز کردن، درست کردن، گذاشتیم توی اینستاگرام اولم. آره دیدم، ولی اگه بشه بیشتر باشه که ما بتونیم برای شما شیرش کنیم، مردم بیشتری ببینن، چون واقعا مردم ما ساده هستن. دیگه من چیکار کنم؟ من باید برنامه رو تحقیق کنم، بسازم، بزنم دیگه. تازه کلیپش هم کردیم، همین کارا رو کردیم. خب تیربونای دشمن خب قوی تره، از اون برم خب یه سری کارهای احمقانه هم این طرفی ها همیشه کردن، بالاخره حقایق گم میشه دیگه توی حماقت این وریا و به هر حال خیانت اون وریا. درسته، متاسفانه لحاظ رسانه هم خود ضعیف این مداخل، خدا خیرت بده. نه ما از نظر رسانه ضعیف نیستیم، ما داغونیم. ضعیف نیستش جمهوری اسلامی، ضعیف حتی زمان شاه هم همین بود، ولی رسانه ما ضعیف نیستیم، ما داغونیم. بله خب بذارید دوستانه، خدا خیرت بده آقا امید، قربونتون برم، زنده باشید، ممنون که اومدید بالا. خب بذارید آقای شهبام هم فدای شما بشم، زنده شید، لطف کردید. دوستان ما اگه کسی رو قطع میکنم صدای امکان داره قطع بشه، بعد برکه میگردیم چیز میشه، یکی از دوستان میاد بالا درست میشه. خیلی خب، خب یه بالا عزیز آقای شهرام نیومدی، دوست دیگری ما بیانیم بالا. بیا بالا عزیز، من کامنت ها رو نمیرسم بخونم چه خبره اونجا اون زیر. بیا بالا عزیز، من الان دوست تا رو گرفته. خب اومدید بالا، اوکی. آقای درود بر شما، درود بر شما، زنده باشید، حال شما خوبه؟ قربونتون برم، ممنون، در خدمتم. خیلی خوشحالم که میبینم اتون. زنده باشید. لطفی از کجا هستید شما؟ آقا من واقعا یه تشکر ویژه از شما دارم، خیلی الحمدلله برنامه هاتون خیلی از جوانا رو روشنگری کرده، الحمدلله، خدا خیرتون بده انشالله. زنده باشید. شما کجا هستید؟ ما قومیم با اجازتون. بله 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 بله، پایگاه قوم، اوکی. بعداتون بشه، من همه برنامه هاتون رو دنبال میکنم. زنده باشید، لطف دارید شما، خدا خیرتون بده. خانومتونم که همشهری ماست، یه هواشنو داشته باشید. شما تبریزید؟ بله بله، با اجازه. بسیار عالی، قربونتون برم، لطف کردید. قربونتون برم، بعد ان شاء الله. آقا من خیلی خوشحال شدم. زنده باشید، کوچیکم، زنده باشید. قربونتون برم، یعنی
خب آقای تابلو فرش تبریز بفرمایید بالا. درود بر شما. اللهم سلام. درود بر شما، زنده باشید. احوال شما، حالتون خوبه؟ فدای شما بشم، خیلی هم خوب. شما چطورید؟ قربون شما، زنده باشی. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. قربونتون برم، زنده باشی، لطف دارید. شما که موفق باشی، پایدار باشی، همیشه تو کارتون خیلی دنبالتون میکنیم، خیلی راضی هستم. زنده باشی، لطف دارید شما. در خدمتم. خدا بهتون نمیشم. فدای شما بشم. لطف کردید میایید بالا. فدای شما. خب آیه سام بیا بالا عزیزم. زنده باشید، لطف دارید. آیه سام بفرمایید بالا. اگر آیه سام نمیاد بالا. خب آیه سام اومد بالا. دور بر شما بفرمایید. آیه سام چه خبره؟ سلام آقا امید. درود بر شما، زنده باشید. دوربینتون سقفو داره نشون میده. آره میتونه نشون بده یا نه؟ بفرمایید، کوتاه بفرمایید. آره امید جان، من در مورد این برنامه‌ای که خوبی که میسازی اول خیلی ممنونم. بعد یه صحبتی که داشتم در مورد این نفوذ در حقیقت پانترکیسمه که چرا انقدر ترک‌ها و آذری‌های ایران خیلی هاشون به آذربایجان و ترکیه گرایش دارن و مثلا تو پروفایلشون چرا حتی خودشون ترک ایران زیاد نمیدونن؟ مثلا با افغانی‌ها که فارسی‌ان صحبت می‌کنیم تا بهشون میگی شما جزء ایران بودید برمیگردن میگن نه شما جزء ما بودید و مثلا ترک مثلا جبهه‌گیری می‌کنن. ولی چرا ترک‌های ایران انقدر به اون ور وابستهن؟ چرا سریع یهو جذب اونجا میشن، پرچم ترکیه می دارن. نه اینجوری نیست، الان خانم خودم تبریزیه دیگه. نه یه بخش اقلیتی هست روشون، بالاخره تو هر جامعه‌ای و تو هر به هر حال قشر و طبقه‌ای به هر حال یه عده هستن که کم سواد و یه خود کم دانشن، رو اونا سوار شدن. احتمالاً تو بخش تبریز آذربایجان خیلی ما نیروهای شدید وطن پرست داریم. به هر حال دمتون گرم، اومدید بالا. خیلی ممنون. فقط یه نکته کوچیک این که من از این صحبت شما که همیشه میگید باید همگون سازی بشه، من واقعا فکر میکنم که یه راه بسیار عالیه و ما باید شاید یه جوری گفتنش جالب نباشه، ولی من اصلا میگم باید زبانهای دیگر رو از بین ببریم و فقط رو فارسی تاکید کنیم. خیلی ممنونم، قربتون برم، لطف کردید اومدید بالا، زنده باشید. آقای احمد جعفری بفرمایید. لطف کردید اومدید بالا. آقای احمد جعفری در خدمتم. اینا بازیشون خیلی خوب نیست. آیا احمد جعفری بفرمایید بالا، اگه نمیایید نفر بعدی. خب آقای دوستانی که اومدن بالا دیگه برم پایین که من بتونم. آقا میتونم. آقای احمد جعفری درود بر شما، زنده باشید، بفرمایید. زنده باشید. خسارت قبلم و شقای ما رو نمیخوام بدن جانا، این خسارت قابلمه و قاشقای ما رو نمیخوام. جنبش قابلمه را انداختید. الو عزیز، اینترنت ضعیفه. پیگیر باشید چرا خدا خسارت اینترنتتون ضعیف بود، دوست داشتم صحبت کنیم. درود بر شما، درود بر شما، بفرمایید. زنده باشید، قربونتون برم، در خدمتم. آقا من فقط اومدم برای بعدی عرض ارادت کنم. بله شما بشم. من یکی از طرفدارای شما. آقا شکرتم، خیلی خوشحال شدید. بله شما بشم، لطف کردید اومدید بالا. باهاتون صحبت کنم. زنده باشید، لطف کردید اومدید بالا. شکرتم. بله شما بشم. ممنون، لطف کردید. آقای محمد مهدیان بفرمایید بالا. محمد فرام کنم سلام علیک کنم، دمتونم گرم. آقای محمد مهدیان بفرمایید. آقای محمد مهدیان اومدید. خب اینترنتتون ضعیفه. آقای محمد علیپور بفرمایید. آقای مهدیان اینترنتشون ضعیفه. درود بر شما، بفرمایید. سلام علیکم، زنده باشید، بفرمایید. سلام بر شما آقای دانا. درود بر شما، بفرمایید. ان شاء الله.
بعد شما بشم. ببخشید یا آقای، گفتم من نظرم اینه که فقط فارسی و فارسی باشه بعد بقیه نباشه فلان. خواستم بگم نمیدونم عمدی میگن غیر عمدی میگن، من احترام میذارم بهشون، ولی خیلی غلطه این حرف، بعد باعث اختلاف میشه. من خودم ترکم، ترک تبریزم، بعد افتخارم میکنم ایرانیم، بعد اینطوری دیگه خواستم سلامی عرض کنم خدمتتون. قربونتون برم، لطف کردید اونهایی بالا، زنده باشید، پدر شما بشم. سلامت باشید، خیلی ممنون، دمتون گرم، پدر شما بشم. من حتی خواستی ندارم، مخلصم، زنده باشید، پدر شما بشم، زنده باشید، ممنون، لطف کردید، پدر شما. خب آقای پیش بهار یعنی آیدیتون www.37.5 بفرمایید. الو صداتون نیست، صداتون نبود، من قطع کردم. ما دوستان دیگر رو بخواییم بیاریم. آقای محمد بفرمایید. آقای محمد خوبه اینجا فیض دوبامون خلوت ها شلوغ نمیشه، آنم راحت هم میتونه. درود بر شما، بفرمایید. جان سلام، خوبی؟ درود بر شما، زنده باشید، ممنون، در خدمتم. فرمایید شما بشم. من خواستم بگم همون ادامه صحبتون، دوست سریزمون گفتش که اینجوری اصالتن و اینا مثلا درباره ترک و فارس و فلان، خواستم صحبت کنم که بگم مثلا زیاد اینقدر حساس نشن، اینجوری راست میاد اختلافا بیشتر میشه و باعث میشه که مثلا بین ترکا، لورا، کردا اینا مثلا بین اینا یه اختلافی بیفته جالب نیستش. حالا مثلا هممون اصلش ایرانی هستیم، هممون برای ایران ارزش قائلیم، بعد حالا میشه زبونامون دیگه، هر کی برای منطقه حالا از کل ایران زندگی میکنه، ولی هممون اصالتا اصلش ایران. پایدار باشه، دمتون گرم، مورد بعدی زنده باشید، بعده شما بشم، لطف کردید مایید بالا. آقای ماهی بفرمایید، مهدی ماشین ماهی چیه؟ آقای مهدی بفرمایید بالا، مهدی یا مهدی بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. آقای ابوالفضل بفرمایید بالا. دوستان اگه تو شرط گفتگو نیستی درخواست خب ندید و علیکی هم درخواست ندید که ما بچه ها رو میگیریم وقتمون تلف نشه، یه ساعت بیشتر نمیتونم یعنی باشم. آقای حجت بفرمایید. آقای حجت، خب آقای حجت اومدید، درشان بفرمایید. آقای حجت هم که در دیوار نشون میدن. خب دوستان یه دقیقه چیز کن، دوستان درود بر یه دقیقه.